در ولایت قندهار افغانستان حمله طالبان سلاح به دست بالای پاسگاه پلیس با مرگ پنج طالب یک افسر پلیس و چهار فرد ملکی به انجام رسید به قول سخنگوی پلیس در ابتدا بمبگذار مرگ طلب خود و ماشینش را منفجر کرد بعد از آن برخورد مسلحانه برای تصرف قرارگاه پولیس ناحیه میوند چهار ساعت طول کشید آخری سال روان نیروهای کشورهای غربی افغانستان را ترک می کنند. با نزدیک شبی محلت بیرون شبی این نیروها حمله های طالبان افزایش یافتند. در پایتخت ارمنستان شهر یریوان خادمان مؤسسه خیمیوی دوران شوروی با تقاضای ملاقات با سروزیر کشور هاویک ابراهیمیان در کنار قرارگاه حکومت گردی همایی تشکیل کردند. با آنها گفتند که سر از ماه فورال جایهای کاری آنها بسته می شوند. در همین حال خادمان این مؤسسه اصرار می‌ورزند که دو سال باز معاششان را نگرفتند کار در مؤسسه خیمیوی نیرید شش سال اینجانب قد شده است در منطقه قبیله های ولایت خیبر پختونخوای پاکستان برنامه سه روزه ایم بر ضد پولیو شروع شد هدف از آن ام کردن هزارها کودک از 5 ساله پایین است بعد سلسله حمله ها بالای طبیبان امگزران گروه های امنیتی طبیبان را تحت حمایت قرار دادند. جنگجویان طبیبان امگزران را جاسوس غربی نامیده بالای آنها بارها حمله کردند. در منطقه قبیله های پاکستان سال روان تخمینا 276 حادثه سیرایت پالیا به قید گرفته شده است. در محبس زرچنی قزاقستان روز 8 دکبر درخواست سابق فعال مخالفین قزاق ولادیمیر کزلوف که میخواست نظام حبسش سبکتر شود رد گشت. روز جمعه همسری کزلوف علیا تروسبیکو را با تالار دادگاه راه ندادند. کزلوف برای اشتراک در اعتراض خادمان سوهای نفت در سال 2011 هم که باعث مرگ 16 نفر گردیده بود به مدت 7.5 سال از آزادی محروم شده است.